کشورهای آمریکا و انگلیس مسئول افزایش موارد نقض حقوق بشر در یمن هستند. سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه در بیانیه‌ای آمریکا و انگلیس را به دلیل صادرات سلاح به عربستان سعودی و ائتلاف نظامی تحت رهبری این کشور مسئول افزایش موارد نقض حقوق بشر در یمن دانست. این سازمان حقوق بشری در بیانیه خود اعلام کرد آمریکا و انگلیس از طریق انتقال میلیاردها دلار اسلحه به عربستان سعودی با افزایش موارد نقض حقوق بشر و ایجاد مشکلات ویران کننده در یمن تلاش های احتمالی خود را برای مقابل با بحران از بین برده اند. این سازمان افزود از ابتدای درگیری ها در ماه مارس 2015 در یمن واشنگتن و لندن در صدر صادرکنندگان کنندگان اسلحه به عربستان سعودی به ارزش 5 میلیارد دلار بودند این میزان بیش از ده برابر ارزیابی های وزارت خارجه آمریکا و وزارت توسعه بین المللی انگلیس است که طی دو سال گذشته در بودجه خود 450 میلیون دلار برای کمک به یمن تخصیص دادهاند. لین معلوف مدیر تحقیقات دفتر منطقی سازمان اف بین الملل در بیروت در این بیانیه افزود دو سال درگیری در یمن بیش از سه میلیون نفر را مجبور به فرار از خانه های خود کرده زندگی هزاران غیر نظامی را گرفته و یمن را به شکاری برای فجایع انسانی تبدیل کرده به طوری که 18 میلیون یمنی نیاز مبرم به کمک های بشر دوستانه دارند وی افزود علیرغم میلیونها دلار کمکهای بشردوستانه بین المللی به یمن چندین کشور هنوز با تداوم ارسال میلیاردها دلار اسلحه به عربستان سعودی مسئول مصائب مردم یمن هستند معلوف تأکید کرد سلاحی که آمریکا و انگلیس به عربستان میدهند برای موارد نقض شدید حقوق بشر استفاده می شود و به وقوع فاجعه انسانی در یمن کمک می کند. این کشورها در حالی صدور و مجوز انتقال سلاح جدید به این کشور را ادامه می دهند که کمک های بشر دوستان نیز برای بحرانی که خودشان به وجود آوردهند ارائه می کنند. عربستان سعودی همراه با چند کشور دیگر از ششم فروردین سال 1394 اقدام به حمله نظامی به یمن و محاصره زمینی دریایی و هوایی این کشور با هدف بازگرداندن عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری مصطفی یمن به قدرت کردند این تجاوز نظامی تاکنون کنون نتیجه جز کشتار بیش از دوازده هزار یمنی و زخمی شدن ده ها هزار تن همچنین آوار شدن میلیون ها یمنی و ویرانی زیر ساخت های این کشور نداشته است